خب خدا رو شکر برگشتیم. یک مکس کوتاه. خب بس وقت بدیم به بچه ها که 126 نفر داشتیم برگردن. این کمتر رو شروع کن ببینم کجا میریم. آرایت اوکی. چهار نفر. چهار نفر. او مای گاد چهار. خب آرایت ببینیم من آماده کنیم کلام خداوند رو. ببینین از زنی که دارم میام بذار یه چند یه 30 ثانیه وقت میدم. بعد درستام هم سعی میکنه که این تصویر رو آره چیز بکنه. اجازش بکنه. شرط جان عینکت هم داری؟ بله. اوه. که نمیتونی آره میدونم. شنیدم شنیدم. آرایت. واو عینک. واو عینک رو. دوتا عینکی. من داشتم تو ماشین رانندگی میکردم امروز شهرزاد یه چیزی به من گفت که نمیدونستم دربارش. این بودش که وقتی توی دانشگاه بود تو ایتالیا اونقدر دوست داشت که عینکی بشه که هی میرفت پیش دکتر میگفت چشمو آزمایش کن چشمو آزمایش کن. بعد دکتره بهش میگفت آقا چشا 20-20ه. میگفت بعد دوباره برمیگشت میگفت دوباره آزمایش کن. من تا تو عمرم نیده بودم یکی بخواد که عینکی بشه. ما می‌خواستیم عینکی نشیم شدیم. این میخواد بشه شد بالاخره. دیدی حالا عینکی شدن اونقدرم خوب نیست دیدی؟ الان دیگه انقدر وابسته شدم. تو اولین بار تو عمرم دیدم که یکی بخواد التماس بکنه عینکیم کن. عینکیم کن. خب چرا دیدی عینک شیشه‌ای نمی‌پوشیدی دیگه؟ حالا عینکی می‌خواستی. شیشه‌ای بود. بالاخره آره. مای گاش. اوکی. آلرایت. کتابای مقدستون رو باز بکنید به متا فصل 18 آیات 1 تا 6. از آنی که در برنامه زنده هستید الان متا 18 1 تا 6 رو باز بکنیم. اگه لطف بکنیم بخونه از من با یه صدای بکن بلندتر بخون. مرسی. در همان ساعت شاگردان نزد عیسی آمده گفتن چه کس در ملکوت آسمان بزرگتر است؟ آنگاه عیسی طفلی طلب نموده در میان ایشان برپا داشت و گفت هر آینه به شما میگویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. پس هر کی مثل این بچه کوچک خود را فروتن سازد همان در ملکوت آسمان بزرگتر است و کسی که چنین طفلی را به اسم من قبول کند مرا پذیرفته است. و هر کی یکی از این صغار را به من که به من ایمان دارند لغزش دهد او را بهتر می بود که سنگ آسیابی برگردنش آویخته در قعر دریا غرق می شد. Okay. آیه بعدی میاد در مرقس فصل 9 آیات 33 تا آخرین آیهش هم فکر کنم 37 هستش. مرقس 9 33 تا 37. و وارد کفرناحوم شده چون به خانه در آمد از ایشان پرسید که در بین راه با یکدیگر چه مباحثه می کردید؟ اما ایشان خاموش ماندند. از آنجا که در راه با یکدیگر گفتگو می کردند در اینکه کیست بزرگتر. پس نشسته آن 12 را طلبیده به دیشان گفت هر که می خواهد مقدم باشد مبخر و غلام همه بود. پس طفلی را برداشته در میان ایشان برپا نمود و او را در آغوش کشیده به ایشان گفت هر که یکی از این کودکان را به اسم من قبول کند مرا قبول کرده و هر که مرا پذیرفت نه مرا بلکه فرستنده مرا پذیرفت. آمین. دو تا آیه هستند. دو تا در واقع درباره یه داستان صحبت میکنن. چون اگه به مرقس نگاه بکنیم میگه وقتی به کفرناحوم رفتن به خانه در آمد از ایشان پرسید در بین راه با یکدیگر چه مباحثه میکردید و بعد معلومه که درباره همون داستانی صحبت میکنه که در متا هستش. اینا توی جاده بودن 12 نفر آدم که در واقع میشه گفتش که دیگه نزدیکترینان عیسی مسیح بودن و شاگردانش بودن و به نظر میرسید که به یک نتیجه رسیده بودن که اینشو میخواد پادشاه بشه به زودی و داره پادشاهی مسیح موعود داره میاد و خب باید دیگه الان دیگه پوزیسیونهای خودشون روشن کنن چون بالاخره هر پادشاهی وزیر میخواد، معاون میخواد، معاون وزیر میخواد، مدیر عامل میخواد. بالاخره این پادشاهی که داره میاد احتیاج به چی داره؟ یک ارگانیزاسیون داره و در واقع من این دید رو دارم که اینها درباره یه پوزیسیون الهی صحبت نمیکردن. اینها صحبتشون خیلی چیز ساده ای بود. مسیح موعوده برای برگزار کردن پادشاهی داوود آمده، به زودی پادشاهی داوود دوباره بنا میشه، رومیان بیرون انداخته میشن، فریسیان و سدوچیان کنار گذاشته میشن. بالاخره این پادشاهی احتیاج به چی داره؟ نظم و ترتیب داره. و ببینیم که کدوم ما رو انتخاب میکنه که معاونش باشیم و کدومش رو انتخاب میکنه که پایین رتبه مثلا به یه جای دیگه برسه. و
سوالی هستش که در واقع برمیگرده به یک دید خیلی محدود و واضحی که برای مسیح مشکل است. یعنی و میبینیم که اگر اونجا در مرقس نگاه میکنیم میگه در بین رب با دیگر چه مباحثه میکرده. حالا چرا سوال میکنه؟ نه اینکه نمیدونه، چون دقیقا میدونه دارن درباره چی صحبت میکنن، میخواد به طور کلی به اینا یه چیزی رو بفهمونه. یکی از نکاتی که من برام خیلی جالبه این استش که هر چقدر که با مسیح نزدیک میشی تو زندگی روحانیت، یعنی هر چقدر که در خدمت قرار میگیری، نه به مسیح نزدیک میشی بلکه در خدمت قرار میگیری، خیلی عادی هستش، خیلی چیز طبیعیه که باز خودتو به عنوان یک عاملی ببینی مهمتر از اون چیزی که هستی. یعنی خیلی طبیعیه که فکر کنی آقا مردم به من احتیاج دارن، عیسی مسیح به من احتیاج داره. شاید اینو نتونی علنن مثل اینو واضح هم بگی، ولی باورت میشه، باورت میشه که به یه نحوی ملکوت خدا به تو احتیاج داره، به حدی که خودتو در مقامی میبینی که نیستی. و در زندگی هم معمولا برای آدمایی که در خدمت خیلی رشد میکنن و خیلی خیلی ترقی میکنن، این مشکل بیشتر میشه، بیشتر و بیشتر میشه. من یادمه که وقتی که در کلیسای هیوستون بودم، خودم بودم و شبانی هم میکردم، بعد از یه مدتی که رسید که احساس کردم وقت منه که دیگه برم، احساسم بود. ولی اولین صحبتی که درباره این مسئله با خود خدا کردم این بود اگه من برم اینا چیکار میکنن، این بچه ها چیکار میکنن، من بس برای این بچه هام که شده بمونم. و خیلی جالبه، به نظر میرسه که من در متانت روحانی دارم چیکار میکنم، ابراز محبت میکنم که برای این بچه حاضرم بمونم و فداکاری کنم، ولی در واقع دارم ابراز غرور میکنم، چون دارم به این نتیجه میرسم که اینا به من احتیاج دارن و یه دفعه من شدم جایگزین روح القدس و عیسی مسیح. و در واقع در همون زمان میتونم بگم از اون روز تا اون دو سالی که طول کشید که من علنا با محبت و با در واقع با توافق همه برم، اون دو سالی که دو سال سخت‌ترین دو سال خدمت من تو کلیسا بود، یعنی میکاشتم و درو نمیکردم، انجام میدادم ولی نتیجه نمیگرفتم، زحمت میکشیدم ولی خوشحال نبودم. و این در واقع میشه گفت به جای برمیگرده که بعضی وقتا ما ملکوت خدا رو از سادگی و از بسیار راحت بودن و ساده بودنش میکشیم بیرون، به جایی میبریم که فکر میکنیم که پیچیده است. مثلا یکی از این پیچیدگی های ملکوت که اصلا پیچیدگی نداره اینه که ملکوت خدا وزن و بارش رو منه و اگه رو من قرار بگیره یا رو شما قرار بگیره، رو سام قرار بگیره، که اگه ما یه کاری رو الان انجام ندیم تمام این ملکوت، یعنی برنامه ها هم از بین میره، پیچیده میشه، چون اون وقت وصل میشه به احساسات من، به عواطف من. اگه اون روز حالم خوب بود، حالم خوب نبود، اگه اون روز من با شهرزاد حرفم زده شد، حرف زدم خوشحال نیستم، یه دفعه تمام ملکوت یه دفعه وامیسته به خاطر اینکه مانی متوجه هستی حالش خوب نیست. ولی میشه گفتش که ملکوت خدا قبل از اینکه من بیام بوده، 2000 سال پیش اومد، امروز هم هست، مسیح فردا هم همون خواهد بود، فردا هم همون خواهد بود. من فکر میکنم که اینجا میخوام یه تعلیمی رو بیارم. دیروز وقتی با شاگردا صحبت میکردم از یه دید دیگه نگاه کردم، امروز میخوام از یه دید دیگه نگاه بکنم. اینه که چرا بچه ها ملک، چرا که خداوند تو این دوتا داستان یه بچه رو میاره جلو و به اونها نگاه میکنه میگه اینا ملکوت خدا، این ملکوت خدا مال ایناست. اولا بچه هیچ پیچیدگی ای نداره، اتفاقا اولین و آخرین فکری که توی بچه هست سام و شهرزاد جان عزیز این نیستش که شما به من متکی هستی. آخرین فکری که توی بچه هست اتفاقا اینه که اولین فکری اینه که من خودم متکی به دیگران هستم، خودش رو دیپندنت میبینه، خودش رو وابسته میبینه، هیچ خودش رو در انزوا یا در چیز نمیبینه، در اقتدار نمیبینه. یه بچه وقتی به خودش نگاه میکنه نیازشو به بزرگسالان علنا میفهمه و میبینه و درک میکنه و رد نمیکنه، اتفاقا جزوی از بچه بودنشه. من به پدرم احتیاج دارم در آسمان، من به ایمانداران احتیاج دارم، من به تو احتیاج دارم، من به تو احتیاج دارم، من
اگه فکر میکنم که میتونم رو دو تا پای خودم بایستم، اشتباه فکر کردم. اگه من فکر میکنم که من میتونم در انزوا خدمت کنم، اشتباه کردم. اگه من فکر میکنم در انزوا میتونم زندگی بکنم، اگه من فکر میکنم که میتونم خارج از کلیسا زندگی بکنم، کلیسا جمع ایماندارانی هستن که با تو یک دل هستن و در تو با تو همراه هستن، من نمیتونم. یه بچه، یکی دلایلی که ملکوت خدا مال یه بچه هست اینه که کوچیکی خودشو میدونه، کوچیکی خودشو حس کرده، کوچیک بودنش. و یکی دلایل خیلی زیبایی که یه بچه زیباست اینه که چیزه وابسته است. وقتی که تو آغوشتو باز میکنی، بچه طبیعتاً چی کار میکنه؟ آغوششو باز میکنه. ولی هر کسی تو دنیا این کارو نمیکنه. توی دنیا اگه آغوشتو باز بکنی برای نفر، معمولاً چی کار میکنه؟ سوال میکنه برای چی؟ برای چی این کار داری میکنی؟ هدفت چیه؟ منظورت چیه؟ میخوای چی کار بکنی؟ ولی یه بچه معمولاً وقتی آغوشتو باز میکنی، حتی اگه بغل دست مادرشه، من خیلی وقت دیدم یه نفر، حتی بعضی بچه‌ها نمیکنه، بعضی بچه سرشون رو قایم میکنه میرن پشت مادره، بچه لوس. ولی بچه‌ها که دلشون آرومه، باور کن بچه‌ها که دلشون آرومه و ترسی ندارن، وقتی که بغل مامانشه ها خیلی هم راحت، ولی تو میای میگی بیا، بعد میاد بغلت. چرا؟ به خاطر اینکه آغوش باز میپذیره، براش طبیعیه تو آغوش یک نفر بیاد. برای شما و من ملکوت خدا باید چنین ساده باشه، آغوش پدر بازه. ولی باید درک بکنیم که محبت واقعی که در ما قرار گرفته، آغوش ما رو باز میکنه، آغوش ما باز میشه که دیگران بیان در آغوش خداوند قرار بگیرن. ببین فیض برای همه، فیض چیه؟ فیض آغوش بازه، فیض آغوش بازه، فیض دست بازه مثل این، بدون این که سوال بکنه، بدون این که ارزیابی بکنه، بدون این که سعی بکنه حلاجی بکنه، آغوش باز میکنه، میگه بیا بغل من، بیا بغل. حالا وقتی بچه رو بغلت میکنی، بچه چی کار میکنه معمولا شهرزاد جان؟ آره، یه بچه رو اومدی از بغل مامانش آوردی، اومدی تو بغل خودت، بچه معمولا چی کار میکنه؟ معمولا بغلت بهت نگاه میکنه، میبینی تو میخوای چیکار بکنی؟ میگه تو میخوای چیکار کنی؟ اومدم بغلت، حالا چیکار بکنم؟ آره، یا اگه بازی باهاش نکنی، اگه باهاش بازی نکنی چیکار میکنه؟ سری برمیگرده. برای همینه که وقتی فیض آغوش پدر رو برای یه نفر باز میکنه و اون آغوش باز آغوش شماست، اون آغوش آغوش شماست. شما اگه با طرف زندگی نکنی، یه مقدار میگم بازی نکنی، بازی زیبای زندگی نکنی، وقت نذاری، محبت نکنی، قلقلکش نکنی، نخندونیش، باهاش حال نکنی که بابا اینم زندگی من، تو کلیسای خدا آمدی، حالا بازی کن، حالا زندگی بکن، چی کار میکنه؟ دوباره نگاه میکنه از جایی که آمده. میدونی کلیسا میاد دقیقا این کارو میکنه، میاد آغوشو باز میکنه، طرف نگاه میکنه، مثل یه بچه میاد تو، میاد بغلت، بعد همون آنی که میاد بغلت تو میذاریش پایین، میخوای درسش بدی. همون آنی که این بچه میاد بغلت تو، همون آن یا انضباطش میکنی یا شروع میکنی گفتن که دایپرت بو میده ها، این دایپر رو عوض کردی یا نه، این ماما هی دایپرشو عوض کن بعد بده تحویل من. نه، تمام بچه هایی که با آغوش باز ما میان با دایپرهای کثیفشون میان. بعضی دایپرها خیلی بیشتر از بعضی دیگه بو میده. از طرف یک پدری که هیچ وقت قدرت اینو نداشت که دایپر بچه هاشو عوض بکنه، اول اون دایپر دوم ها، نه دایپر اول، دایپر اول آسون بود، اون دایپر دومی رو میگم که قدرت اینو نداشت، میتونم الان شهادت بدم که خیلی از ماها تو کلیسا حاضر نیستیم دایپرهای کثیف این بچه هایی که تو آغوشمون میان رو عوض بکنیم. ولی با این دایپر کثیف اومده، با این دایپر کثیف اومده، بغل تو هم اومده، چون تو اومدی بهش گفتی. از دست خودش که نیومد طرف تو عزیز من، تو آغوشو باز کردی، تو داشتی رد میشدی، بچه رو بغل مادرش دیدی، گفتی بیا ببینم، بیا 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 نازی. ولی خب همون آنی که اومد بغلت، اشکالاتشو میبینی، میبینی که از دماغش یا دماغ داره چرا اتفاقا اگه نشم
اگه نشم بچه ها درک نمی کنن. از اینجا داره یه چیزی میاد بیرون، اونم زرد رنگی اصلا. اینا پاکش میخوای سری دستمالو بگیری پاکش بکنی. خب بچه که تالو تو بغلت اومده که نمیخواد تو دماغش پاک بکنی، درسته؟ اون مامانش پاکش میکنه، تو نمیخوای بکنی. میدونی چی میگم؟ درسته یا نه؟ درسته. اگه بکنی سری برمیگرده اصلا. بعد میخوای چیکار کنی؟ دایپر رو عوض بکنی. بعد متوجه میشی که چیزه، متوجه میشی که بچه اون چیزی که تو فکر میکردی اون آنی که تو لحظه دیدیش نیست. میخواستی فقط بیاریش و قشنگ و خوشگل به نظر میاد. و میدونی فیض اینو اینجا میاد. چرا بهت میگم فیض؟ اون محبتی که در اعماق وجود یک کلیساست و بدنه، مردم رو زیبا میبینه، مردم رو مثل بچه میبینه. همون لحظه اولی که برای نجات یه نفر میری جلو، باور کن دیدت همینه. دیدت همون دیده پدر به یه فرزنده، یک شخص هستش به نسبت به یه بچه کوچیک، اونجوری میاریش و باید اونجوری که اووردیش نگرش داری. فراموش نکن چی اووردی تو دستت. دستمالتو سری نیار بیرون. دایپر رو همون آن عوض نکن. باید به اون بچه اجازه بدی که باهات چیکار بکنه؟ انس بگیره. بچه تو رو نمیشناسه، ولی اعتماد کرده بهت. و اعتماد یکی از شخصیت‌های اصلی بچه هاست. اعتماد خالص بدون قید و شرط، بدون اینکه آزمایش بکنه. برای همین مردم میگن آقا بچه ها، به بچه ها میگن آقا به هر کسی نرو. طرف ماشینشو میاره جلو خونه یه نفر، میگه بیا سوار ماشینم شو. خیلی خیلی اهداف نادرست داره، بچه میره سوار ماشینش میشه. اعتماد داره، اصلا نمیفهمه. و این اعتماد خالصانه و نیکو در زمانی که شخص با خود خداوند عیسی مسیح آشنا میشه از طرف کلیسا وجود داره. چون اون لحظه نجات، لحظه تولد تازه، لحظه هستش که ایمان شخص خالصه. اون یک لحظه، اون روز ایمان شخص کاملا خالصه، به خاطر اینکه هیچی دیگه نداره، چون با یه دل خیلی ساده اومده. سوالم زیاد نکرده، سالها پژوهش نکرده، نشسته 100 تا کتاب بخونه. تا واقعا من بعضی وقتا میترسم اگه یه نفر بیاد تو کلیسا بگه من 1000 تا کتاب خوندم، همه چیزو ارزیابی کردم، حالا اومدم مسیحی بشم. میترسم از این شخص. مطمئن نیستم که این شخص بتونه در ایمانش ساده زندگی کنه. اونقدر پیچیده است که اون وقت بقیه هم پیچیده میکنه. و یه چیز بسیار ساده ملکوت خدا چی میشه؟ زیبایی خودش رو از دست میده. ولی وقتی یه نفر بهش میگی تو منجلاب مشکلاته، با یه دایپر پر از خرابی، بوی خودش هم بعدش اومده. در واقع این یکی از چیزایی هستش که بچه‌ها ندارن. من نمیدونم ندارن چه ندارن، مثلا خوش مهم نیست، نشسته برای خودش اینجا راحت، تمام هواپیما داره میمیره. بعد طرف برمیگرده میگه دایپر عوض، برای بچه مهم نیست، ولی برای ما میدونیم که خیلی از ماها مثل اون بچه‌ها، از یعنی مثل بچه ها نیستیم. در واقع بوی متعفن زندگی خرابمون ما رو عذاب داره میده و میگه یکی کمک هم بکنه نمیتونم. و میاد و با یه ایمان خیلی ساده به حرف شما من گوش میکنه. وقتی که میگیم به عیسی مسیح باور داشته باش، میگه میام عوض کن، کمک هم بکن. و میخوام که یادتون باشه اون لحظه که شخص ایمان میاره، ایمانش مثل بچه است و اون لحظه در آغوش شماست. میخوام که یه مقدار به عنوان خادم خداوند، به عنوان خادمین، به عنوان ایمانداران، به عنوان شبانان متحمل باشید، درک بکنید که اون بچه الان نمیدونه چی به چیه. باهاش یه مقداری زندگی کنید، بهش وقت بدید، بذارید بچه بدونه میخوای باهاش بازی بکنی، میخوای باهاش یکم قلقلک دادن، خندونن بد چیزی نیست، یکم باهاش بازی کردن بچه. بذار ایماندار در جمع ایمانداران زندگی کنه، نه زندگی که دائما بهش یادآوری بشه چی کار میکنه و چی کار نمیکنه، کدوم کارش درسته کدوم کارش غلطه. بذار زندگی بکنه و یاد بگیره که اینجا جای شادیه، اینجا جای بازیه، اینجا جای نشاطه، اینجا جای خندیدنه، اینجا جای آروم گرفتنه، اینجا جایی هستش که با 4 تا بچه دیگه میاد چی کار میکنه؟ توپ میندازه بالا. آمین. حالا تویی که بزرگ شدی که الان فکرت اینه که خدا به شما احتیاج داره به نحوی، تو دیگه توپ نمیندازی بالا، تو کارهای خیلی بزرگتر میخوای انجام بدی، تو میخوای ساختمون بسنی، تو میخوای
کلیسا درست بکنی، تو نمیخوای توپ بندازی بالا پایین، درسته؟ ولی بچه هان که دارن میان پیش تو، نوزادان هن که دارن پیش تو میان. من مدت ها این اشتباه رو کردم تو زندگی خودم، با بچه های خودم کردم، با بچه های خودم زیاد بازی نکردم، با بچه های خودم زیاد بازی نکردم، به خاطر اینکه همش دائما فکرم کجا بود؟ 3 سال 4 سال 4 جلوتر بود، 10 سال جلوتر بود. این بس کجا بره؟ بس چی کار بکنه؟ بس چجور زندگی کنه؟ درسش؟ باور کن 5 سال جلوتر بودم از بچه ها. بچه هم میخواست توپ بازی کنه، من میخواستم چیکار کنه؟ فیزیک بخونه مثلا، یا من میخواستم، من فکرم این بودش که کدوم دانشگاه میخواد بره. بعد در واقع فکرم یه جا دیگه هم بود، راستش رو بخوای، حقیقتش اینو بخوای، فکرم بود که چجوری براش فراهم بکنم، چجوری براش فراهم بکنم که این زندگیش اوکی باشه. بعضی وقتا خادمین 5 قدم جلوتر از اون بچه‌ها دارن حرکت میکنن، بعضی وقتا شما 5 قدم، حالا چیکار کنم چیکار نکنم؟ باش بازی کن پسر، این بچه 2 سالشه، همیشه 2 ساله باقی نمیمونه. این مایکای 2 ساله الان شده 17 سالش دیگه، بزرگ شد. اون 2 سالگیش حال داشت، یه کارایی میکرد، میخندود آدمو، الان میخواد درباره فلسفه با من حرف بزنه، ولی یه وقتی 2 سالش بود یه کارایی میکرد من از خنده میمردم. دخترم میخواد بچه، خداوند میگه این ملکوت خدا مال ایناست. درک میکنیم چی میگم؟ ملکوت خدا مال این نوزادان کلیساست. فقط درباره بچه های کوچیک صحبت نمیکنه، با اینکه حتما حتما بچه های کوچیک بزرگترین خدمت کلیسا میتونن باشن، چون وقتی درست بنیانشون بدی، درست ملکوت خدا و پدر رو درک بکنن، دنیا رو میتونن تکون بدن. اگه درست درک بکنن، اگه خوبی و نیکویی پدر رو درست ببینن، اون بچه ها میتونن قهرمانانی بشن که من و شما نمیتونستیم بشیم، چون در سنین بچگی به ما چیزهایی یاد داده شد، تجربیاتی کردیم، زخمایی خوردیم، ضرباتی به ما داده شد که تمام دید ما رو نسبت به آسمان و زمین عوض کرده. شما نمیتونی از ضربه هایی که تو بچگی خوردی به راحتی عبور بکنی، تو نمیتونی از تجربیاتی که مامان یه آدم بزرگ سال، یه آدمی که 30 40 50 60 سال ته کردی به راحتی عبور کنی. اینا همه ترکایی که روی پنجره زندگیت اومده و هر چیزی رو تو نمیتونی از یه شیشه شفاف به راحتی ببینی، چون شیشه زندگی من و شما یه چیزایی توش اومده و اون ترکایی که خورده دید ما رو چیکار کرده؟ عوض کرده. غیر ممکنه بتونی منو قانع بکنی که تو به عنوان یک مرد یا زن خدا اون طرف صحنه رو مثل یه بچه 2-3 ساله میبینی. چون وقتی یه بچه 2-3 ساله رو جلوی یه سوژه میذاری، درباره این دیروز صحبت کردم، مثلا یه سوژه خیلی ساده، برگشتن عیسی مسیح، خیلی ساده است، نه اتفاقا خیلی پیچیده است. همه الان دارن دربارش کتاب مینویسن، دارن دربارش نشریات مینویسن، الان صدها ساله که دارن دربارش بحث میکنن، کی میاد، چجوری میاد، دجال کیه، ضد مسیح کیه، این کیه، اون کیه. برای اگه به یه بچه داستان برگشتن مسیح رو شرح بدی، اینو خلاصه میکنه، میگه اوکی، خدا میاد سواری اسب سفید، اسبم خیلی قشنگی تو بالم داره، باهاشم یه مشت دوستاشم میاد، بعد یه جنگ بزرگی میشه، زد و خورد و اینا، آخرش آدم بدن رو میگیره میندازه تو زندان، تموم میشه، همه خوشحالن. این شد چی؟ دیده یه بچه. و بهت دارم میگم اگه میخوای مکاشفه رو خلاصه کنی، همینه همینه همینه. میخوای حالا بحث بکنی دجال کیه، ضد مسیح کیه، کی میاد کی نمیاد، روز و شب و آینش، همه در واقع دید ساده این بچه زیبایی خاصی به این داستان میده، چون در انتها خوبی بر بدی غلبه میکنه، خداوند بر دشمنانش پیروزه. اوکی؟ چیزه بهش میگم پرنس، میگه شاهزاده میشه، شاهزاده پرنسس چی میشه؟ آره، شاهزاده، شاهزاده مؤنث، یا همسر خود، عروس خودش رو پیدا میکنه، درسته؟ عروس و داماد به همدیگه میرسن، قدرت ها نمیتونن بر خوبی داستان غلبه بکنن، سیاهی میره نور میاد. اینها ملکوت خدای ما هستش و میخوام که تشویقتون میکنم برای چند تا چیز. آماده هستید؟ میخوام چند تا چیز خلاصه. یکی این که خودتون رو بزرگتر از اون چیزی که هستید نبینید، همیشه با یه دل ساده و بسیار فروتن در مقابل خداوند زندگی کنی و خدمت بکنی. خداوند با ما همکاره، ما رو به ما این اجازه رو داده که
جلالش رو در دنیا بیاریم و به اونو نمایان کنیم. ما این چی میگه؟ We have this privilege. نمیدونم به فارسی میگه privilege یعنی این افتخار رو داریم. این امتیاز و افتخار، این امتیاز رو داریم که با خدای زنده همکاری کنیم. این امتیاز ماست. ولی خداوند ملکوت خودش همیشه بوده و هست و خواهد بود. پس من بچه اون هستم و میخوام که خودم رو بزرگتر از آنچه که هست نشون ندم و نفهمم و نبینم. باور کن اگه شبانی رو فکر میکنی کلیسا بهت نیاز داره، بکش کنار خودتو، ببین چجوری خدا سه نفر دیگر رو بلند میکنه. خود دقیقا تو رو میذاره جایتر جای خودت. همونجوری که من فکر میکردم کلیسای اونجایی که رفتم دیگه بعد از من نیست، الان سرم رو گنده 20 سال بعد هنوز اونجاست و بزرگترم شده. خدا رو شکر. چرا؟ چون خدا من خادمین دیگه رو داره. مانی عرفان نیازی نبود اونجا باشه. پس خودتو در جایی که حتما بایست باشی ببین. تو کی هستی؟ تو هم یه بچه هستی، یه نوزادی هستی که داری رشد میکنی و چیزهای کودکانه رو میخوای بذاری کنار. ولی هیچ فراموش نکن که دور و برت خداوند یک مش نوزاد گذاشته، یه مش آدم بچه‌ای که ایمان صادقانه و بسیار ساده دارن. و مسئولیت ما در کلیسا اینه که با اونها مهلت بدیم، وقت بدیم، محیطی رو به وجود بیاریم که این بچه ها بتونن رشد بکنن، بتونن پدر رو بشناسن، بتونن خودشون رو پیدا بکنن، بتونن باهات بازی بکنن، بتونن از زندگی بچگانشون در اون ایمان سادهشون لذت ببرن. این کار منه. و اتفاقا میخوام به طور ساده خدمت کلیسا رو بهتون بگم. خدمت کلیسا آغوش باز برای دریافت فرزندان خداست و حفظ ایمانشونه. تمام شده بس. ایمانشون رو حفظ کنید. بتونین کمکشون کنید که وقتی خودشون بزرگ میشن با مشکلات روبرو میشن، مسائل رو میبینن، بگه بچه بچه نمیمونه بعد از مدت، بتونه برگرده بگه نه ولی پدر من نیکوست. همیشه بتونین رو بگه، بگه خدای من خوبه، چون میدونم من با این خدای خوب آشنا شدم. وقتی بچه بودم منو با یه خدای خوب آشناش کردن، منو با یه خدای خوب، با یه خدای مهربون آشنام کردن. من اون خدا رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. اینه، این وظیفه من و شماست. برای همین ما فیض رو درس میدیم، به خاطر اینکه میخوام فیض یه چیزی باشه که ثروتی باشه که در گنجینه های قلب این بچه ها باقی بمونه، که بتونن از این گنجینه بکشن وقتی زندگی سخت میشه، وقتی آدما حرفایی که میزنن انجام نمیدن، وقتی قول ها شکسته میشه، وقتی طلاق ها میاد، وقتی شکست ها میاد. اون بچه میگه ولی یادمه چی به هم یاد دادم، ولی یادمه چی دیدم، یادمه چی تجربه کردم، یادمه چه بقدر پدر مادرای خوبی تو کلیسا داشتم که چه محبتی به من کردن، اینو یادمه. اون منو نگران میداره. عزیز من این کار توه، این کار ماست. و فراموش نکنید هر چقدر میخواید تو ملکوت خدا به پدر نزدیکتر بشی، میخوای رشد بکنی، میخوای ترقی پیدا کنی، میخوای مثل بعضی از این آدما بگی کدوم اون بزرگتری، میخوای واقعا رشد کنی، تو خدمتت نیست عزیز من، در حجم خدمتت نیست، در معیار خدمتت نیست، در خیمه اندازه خیمه خدمتت نیست، در حتی در دانش و آگاهی تو هم نیست عزیز من. اینا هیچ کدوم مهم نیست برای اینکه بزرگتر بشی، بلکه در سادگی ایمانته، در حد و حدود محبتته، در مرزهای فیضته. هر چقدر در محبتت صادقانه تر باشی، هر چقدر در فیضی که میدی چی باشی؟ کسی که سخاوتمند تر باشی، هر چقدر در اندازه و مقدار رأفت و فیضی که میدی سخاوتمند تر باشی، هر چقدر در طرز دیدت نسبت به آدمای دیگه ساده باشی و ساده اندیش باشی، هر چقدر در ایمانت شفاف باشی، تو بزرگتری، تو بزرگتری، تو ایمانت یه جای دیگه است و خداوند در زندگی تو راحت تر کار میکنه. آمین. مرسی. خب اینم پیام کوتاهی من برای شما عزیزان بود. نمیخواستم زیاد طول بکشه، ولی این از یه دید دیگه بود. دیروز یه جور دیگه درسش دادم، امروز یه جور دیگه درسش میدم، چون تمام داستانه کتاب مقدس صدها زاویه برای خودش داره. امیدوارم که لذت برده باشید از این پیام کوتاه. حالا اگه یه بچه رو تو خیابون دیدی میخواستی بغلش کنی چیکار میکنی؟ دایپرش کثیفه چیکار میکنی؟ زود برش نمیگردن دست مادرش، ها؟ اگه از دماغش چیز داره میاد زود دستمال دستت نمیکنی، مگه اینکه مامانه بگه بکن، بعد بازی کن، بعد قلقلک بده، بعد بخندون، بعد برای خودش صورت درست کن، صورت مختلف، چشاتو عوضی عوضی کن، دماغتو بگردون، دهنتو باز و بسته کن،
چرا من هر دفعه میخوام به نفر غذا به سگمون غذا بدم دهنمو باز میکنم؟ میدونی دارید که میخوای به نفر غذا بدی دهن خود باز میشه؟ چرا؟ چرا؟ طبیعه. خیلی طبیعه. فوقتی میخوای با این نفر بازی کنی بس مثل خودش بشی. آمین. دهن سگ من باز میشه؟ دهن منم باهاش باز میشه. چرا؟ چون احساس اون تو احساس من میاد. اشتیاق اون میشه اشتیاق من. شوق این که میخواد یه قاقایی از من بگیره میشه شوق من. چون دارم بهش میدم. با اشتیاق و شوق دیگران هم سفر بشید. باهاشون هم دل بشید. اون بچه اومده تو کلیسا با یه شوقی، باهاش هم شوق و هم اشتیاق. نکشید این اشتیاقو. نکشید این ایمان خالصانه رو با یه مش شریعت و قانون و روش و راه و نکن و بکن و برو و نرو. عزیز من این کارو نکن. آمین. خب مرسی. بیایم برای عشا. هللویا. ببینم یه سوال دارم، 126 نفر برگشتن یا نه؟ بره. الان 125. یکی دیگه اضافه بشه. کی بود اون یه نفر؟ آره اون یه نفر کی بود؟ آقا نون کجاست؟ زیر اون دستمال دومون. آه اوکی. من اون یه نفر کجاست؟ من میخوام بدونم اون یه نفر کجاست؟ خودت برو ساینین کن از. آره بعد پیداش کنم. ریسرچ میکنیم. ریسرچ کن ببین کیه. اوکی. مرسی. هللویا. عزیزان من از یک خدمتی آگاه شدم امروز صبح، از این خدمتی که داره سعی میکنه برای آوارگان ایرانی که در یونان، مخصوصا در یونان و در صربستان واقعا در مشکلات عظیم هستن، من جمله ترکیه هم همینطور، و داره الان خود این عزیزان دارن خدمت میکنن و دارن فراهم میکنن یه چیز. ما هم کمک کردیم، اونا هم مثل این که دارن سیستماتیک میخوان کمک کنن و از من درخواست کردن و من آماده هستم که این رو اعلام بکنم که هر عزیزی که حاضره ماهی 10 یورو، این میشه 12 دلار آمریکایی، برای یک سال این رو چیکار بکنه؟ تقبل بکنه، اینو اعلام بکنه به ما، من هماهنگی میکنم، اسامی اطلاعات خودتون رو به من بدید. البته بس بتونید برای این پول رو بتونید بفرستید ماهانه، چون من بس بتونم منتقلش بکنم. برای نیازهای بسیار عادی، غذا، مکان، لباس، پوشاک، دایپر، اینها برای ایرانیانی که الان در یونان، ایمانداران و غیر ایمانداران، همه، برای همشونه که در یونان و صربستان الان واقعا در مضیقه هستن. عزیزان برای ما، از ما درخواست کردن که 500 نفر اگه بشه پیدا بشه، بتونن نزدیک به صدها نفره بتونن اونجا حفظ کنن. خب محبت خدا اینجاست، منم یکی از اونا میشم. اگه شما میتونی اضافه کنی اسمتو به این لیست، به جای عشرا و هدایایی که تو فکرت میخوای بدی، بیا و ماهی 10 یورو رو یا 12 دلار رو چیکار کن؟ از طرف خودتون اعلام کن. من پیغام بدن؟ ها؟ به همینجا اعلام بکنی، من اسم و اسامیتون رو جمع میکنم، بعد باید راه رو پیدا کنی، از طرف پیپل برای ما بفرستم، بعد من جمع میکنم، آخر ماه برای این عزیزان میفرستم که خادم خداست در لس آنجلس، باشون آشنا هستم، ایشون داره این خدمت رو میکنه از خودشون. منم که میدونید اخیراً کمک کردیم از خدمت، ولی اینها سیستماتیک میشه. حداقل برای یک سال میتونیم یه تعدادی رو غذا بدیم و کمک بکنیم. 5-6 نفر گفتم. آمین. من اگه بتونیم از طرف خدمت حیات اینا 100 نفر جمع بشن، 100 نفر از 500 نفر آمده، هللویا. ما خودمون از طرف خودمون چندین نفر رو حمایت خواهیم کرد. دل ما برای اوناست. حالا خودشون اسمشون رو میگن، بگید میخوام بیان توی مسیج خودت بگو کجا بیان، پیغام خصوصی. آره بیان تو پیغام خصوصی تو اینستاگرام، خواهش میکنم. نه الان اینجا، بیان رو پیغام خصوصی، رو پیغام خصوصی رو اینستاگرام مسیج بفرستید، یا به برادر ما چیز سپر، یا به سپر یا برادر چیز پیام، به برادر پیام بهتره. باب درسته، ایمیل بابو بنویسید براشون الان، bob@ccmem.com باشه، براش مسیج بفرستن. خب برای ایمیل یا اینجا برام پیغام بفرستید، یا ایمیل خودتون رو با مشخصات خودتون رو برای پیام که bob@ccmem.com هست، الان یادداشت میکنم میبینید. خب بفرستید. مرسی زدی عزیزم. اوکی مرسی. و اینو در چند هفته اعلام خواهم کرد تو ببینیم چند نفر جمع میشن. خب نان رو در دست گرفته، این بدن مسیح هستش، نشانه قربانی آردی و قربانی سلامتی. قربانی سلامتی یعنی که من و تو با هم دیگه دوستیم.
خب من و تو با همدیگه دوستیم، سر میز همدیگه غذا میخوریم و برای همین هستش که نان در عهد قدیم بین دوستان پاره میشد. اگه دوتا دوست بودن یا میخواستن با همدیگه دوستی کنن، میمادن میگفتن بیا سر میز غذای من، با همدیگه غذا میخوریم و نان رو با همدیگه پاره میکردن و شراب با هم میخوردن. این در عهد قدیم، زمان حتی ابراهیم، زمان فرهنگ‌های قدیم، نشانه مشارکت یا دوستی یا صلح دوتا قوم با همدیگه بود. یه قوم با همدیگه میگفتن رهبرت میاد تو خیمه من، خیمه میمد تو خیمه اون رهبر دیگه، میشست باهاش نان میخورد، چیکار میکرد؟ شراب میخورد. خب خدای عالم هستی تو خیمه خودش در آسمانه، یه دفعه دعوت میکنه. دشمنان ما دشمنان خدا بودیم، کلام میگه ما زمانی که دشمنان خدا بودیم، خداوند ما رو دوست شمرد و ما رو نجات داد. حالا ما رو دعوت کرده که بیایم تو خیمهش. اومدیم و بدن مسیح رو که به ما داده رو با ما تقسیم میکنه. پس بدن مسیح رو پاره میکنیم به یاد این که این بدن برای ما خورد شد که ما دوستان خدا بشیم، دستمون بیاد در سفره خدا قرار بگیره. دست پدرم و دست ماست، با همدیگه توی یه سفره داریم غذا میخوریم. شما دوستان خدا هستید، شما دشمنان خداوند نیستید عزیز من. شما رو دوست داره، شما رو دوست داره، همونطوری که اونقدر آدمیان رو دوست داشت که به فرزند خودش جسم انسانی داد تا بیاد در میان ما، زجری که در بدن بکشه که شما نکشید. و در همون مورد بدن مسیح کوفته میشه و ضرب داده میشه و مجروح میشه و خورد میشه و اعصابش زیر فشار میاد و چنان زیر فشار میاد که خون از بدنش جاری میشه. دپرسیون، افسردگی، فشار، دردهای عاطفی، دردهای مغزی، دردهای چی؟ جسمانی، ضربه های جسمانی، تمام اینها روی بدن مسیح قرار میگیره و میگه ملعون میشه، لعنت داده میشه تا ما زیر لعنت قرار نگیریم. پس بدن مسیح برای سلامتی جان ما، روان ما، فکر ما و روح ما. بخورید و سهیم بشید در نام عیسی مسیح. مرسی پدر. همین الان پدر، کمردرد، سردرد، تمام دردهای عضلانی و مفصلها، سردرد، چشدرد، در نام عیسی مسیح، مریضی های قلبی، مریضی های قند، نیوروسیس، نکروسیس، برای یه نفر دارم دعا میکنم که الان به خاطر مریضی قند که گرفته، تمام حسش رو در یکی از اعضای بدنش، در پاش و در نوک انگشتش داره از دست میده در نام عیسی مسیح. پدر آسمانی، اون نکروسیس اون نرف ها رو در نام عیسی مسیح برگردون و تمام اعصاب رو دوباره تازه کن و حکمت بده که از خودش بهتر نگهداری کنه در نام عیسی مسیح. برای یکی از عزیزان که حتی آگاه نیست، یک خانومی هست مسنه و گرفتگی گردن داره و چند وقتی هستش که گردنش، مخصوصا سمت چپش، گردنش میگیره، رگ پشت گردنش داره میگیره بعضی وقتا و دائما گردنتو باید تکون بدی. در نام عیسی مسیح گرفتگی رگ باید رد بشه. آمین. در نام عیسی مسیح حکمت خداوند ایجاب میکنه که اگه دکتر میتونی بری برو دکتر و اگه نمیتونی دکتر بری، جایی که هستی قادر نیستی، در نام عیسی مسیح دعا میکنم همین الان اون رگ باز بشه در نام عیسی مسیح. هاللویا. کور رو بشت تلال و ست تلال کن تلال ست تلال کن. مشکلات چشم، دید، مشکلات شنوایی در نام عیسی مسیح. هاللویا. هور رو بشت تلال و ست تلال کن تلال کن تلال رو بشت تلال کن و ست هور رو بشت تلال و ست تلال کن تلال کن رو بشت تلال. شهاب نامی هست، اگه فرزندی هست به نام شهاب یا فردی هست به نام شهاب که شما میشناسی، در نام عیسی مسیح خداوند زنده برای اون چه پیامی داری؟ کور را بشت تر را بشت تلا کر را کر. خداوند میگه به شهاب بگو من با تو هستم، تو رو تنها نذاشتم. I will not leave you or forsake you. من تو رو تنها نمیذارم و تو رو در جایی که هستی بدون کمک نمیذارم. دستان تو رو بلند خواهم کرد و تمام اون فشاری که در اون هستی رو از تو رها خواهم نمود. I will release you from the burden. تو رو از اون باری که درش قرار گرفتی آزاد خواهم کرد.
I will set you free. من تو رو آزاد خواهم نمود. I will raise you up. من تو رو بلند خواهم کرد. I will lift you up. من تو رو بلند نموده از جایی که قرار گرفتی بلندت خواهم کرد. مثل میمونه که توی ماسه گیر کرده که داره تو رو غرق میکنه و تو رو از اون منجلاب بیرون خواهم آورد. I will set your feet on a high place. من پاهای تو رو بر روی صخره بلندی قرار خواهم داد. من به تو تاج پرجلال خودم را خواهم داد. او را بشت تلر کرد تلر زند تلر حالا را بشت تلر ست تلر کن. تو کم نخواهی آورد. همه چیز به تو داده خواهد شد. به اون چیزی که احتیاج داری به اون داده، اون به تو داده خواهد شد. In Jesus name. در نام عیسی مسیح. شهاب نامی هستش. اگر کسی رو میشناسید به این اسم یا برنامه رو دیدید و آگاهید، به نظر جوانی میاد که در مشکل به خصوصی قرار گرفته و خداوند این پیام رو براش داد که بلندش بکنه. این جام شراب، آب انگور یا آب انار یا شرابی که هستش در دستتون، نشانه قربانی سوختنی خداونده که در خون عیسی مسیح به ما داده شده. خون عیسی مسیح در واقع برای ما چیکار میکنه؟ برای ما اون خصلت گناه که در آدم بود، که در ما قرار داشت، رو کاملا برمی‌داره و در قربانی سوختنی با عدالت خودش جایگزین میکنه. ما مقدسین خدا هستیم، عادلان خداوند، قدوس قدوس قدوس. شما در دید خدا مقدسی، بدون گناه، بدون عیب، کامل. این رو خداوند برای شما گذاشته. برای همین هیکل خداوند که خانه خداست در دلهای شما قرار گرفته. اگه مقدس نبودی خدا نمیتونست بیاد در دل شما ساکن بشه. پس بنوشید، شکر کنید خداوند برای اینکه گناهان ما رو بخشیده و ما رو مثل خودش از نو، مثل صورت و جلوه پسرش آفریده. آمین و آمین. خب خدا رو شکر برای اینکه با ما امروز بودید. بعد درس هم 126 شده هم؟ خب مرسی. اون 3 نفر جایزه بس بگیرن. یه بار دیگه ایمیل من نوشتم. مرسی مرسی. اگر خواهش میکنم دو تا نکته آخر، اگر در زمان این که بعدن ما امین جان داشت عبادت، داشت پرستش میکرد و بر طبق کلام علم چیزی رو گفت و اگه شما اون رو گرفتی و مال شما بود، حتما پیام بفرستید برای خودش. اگر روی اینستاگرام خودش هستید بهتر، خب اون وقت خودش مستقیما از شما میشنوه. اگر نیستی خب لایک بکنین سایتش رو، خب اینجوری مستقیم با برادر صحبت میکنین. امین پرستش درست لایک بکنین و با خودش تماس پیدا کنین، شادش بکنین. و اگر کلام علمی که ما اینجا گفتیم در مورد شما بود، خواهش با ما هم در این مورد با ما صحبت بکنید. و یک نبوتی هم که درباره شهاب جانشون، اگر میتونید به ما بگید که کسی رو میشناسی که مال اون بود، به ما بگید که ما هم خوشحال بشیم و براش دعا بکنیم. مرسی. و بله، درباره کمکی که میخوایم برای عزیزانی که در یونان و صربستان گیر کردن، عزیزانی که الان سالیان سال اونجا هستن و میخوایم که از ما درخواست کردن خادم خداوند که 500 نفر از عزیزان بلند شن در میان کلیسای ایران، ماهی 10 یورو فقط برای یک سال تعهد بدم که میشه 5000 یورو در ماه. اگر به خدمت ما اعتماد دارید، ما اعتماد داریم که نظام میخوان کمک بکنن، ما با شما همدل میشیم. بلند کنین خودتونو با برادر با پیام در ایمیلی که براتون فرستادید یا روی اینستاگرام خصوصی، روی پیام خصوصی برای ما اطلاعات خودتونو بفرستید، بگیم ما آماده ایم که ما بتونیم این سیستم رو فراهم بکنیم، این پول رو برای عزیزان جمع آوری کنیم، هر چقدر که هست طرف ما اضافه بشه به آذوقه عزیزان. یه شخصی شهاب رو میشناسه که تو زندان هست به خاطر مشکلات مالی تو ایران فرستادنش. الان اینجا دوستش اینجاست. تمام شد. پس مرسی. من دیدم یک جوانی هستش در مشکلات عظیمیه، ولی اون این نبوت رو یه جوری بهش برسونید عزیز من. اوکی، این پیام رو یه جوری بهش برسونید. یه نفر دیگه هم یه دوست داره به نام شهاب که افسردگی داره. خب بدونید برای چند نفر هستش. آمین. خداوند یه شهاب که نداره، چند نفر داره. آمین. خب در نام خداوند ما عیسی مسیح دوستتون دارم. دوستتون داریم. منم اینو دوست دارم. البته دو تایمون اونم دوست داریم که اونجا هسته.
آره، فیض خداوند زنده باتون باشه. خداحافظ. 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 خداحافظ.